خب دوستان عزیز، بینندگان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه چیز جدید خریدیم، بستیم به آینه که به اصطلاح تلفن یا دوربین فیلم برداری رو افقی نشون بده، به جای این چیز قدیمی که میره توی قسمت هواکش یا ونت. اینجا میگن AC Air Condition یا تهویه مطبوع. این وقتی میذاری یک کمی مشکله بخوای افقی نشون بده. البته اصلا من پیدایش این عمودی فیلم گرفتن رو نمیدونم و بارها گفتم که ما چشم هامون بغل همدیگه هست، تصویر رو باید اینجوری ببینیم. چرا حالا یه دفعه اینجوری شروع شد؟ از تنبلی این جوون ها، برای اینکه تلفن رو اینجوری میگیرن دستشون به جایی که اینجوری بگیرن دستشون. خب حالا دیگه خیلی داخل تکنیک نشیم. ما رفتیم و نشستیم کنار، یه 10 روزی هم برنامه نذاشتیم تا شما دوستان انقلابی مثل آقای رامین اعتبار و دیگران انقلاب کنن، اسلحه وارد کنن، بزنن، بکشن، پدر در بیارن، آخوند را آتیش بزنن، آخوندار را بزنن سر تیر چراغ برق و جشن و پایکوبی و خیابون‌ها گلفشان و فرش‌های قرمز فرش بشن روی زمین تا آقا رضا پلوی یا خانم مسیح علی نژاد یا آقای اسماعیل، اونایی که زرنگ بودن در رفتن، گلشیفته چی بود، همدانی، فرهانی، اون در رفت همون اول. آقای علی کریمی هم گفت بابا ولمون کن، اینا یه مشتی مشنگ به درد ما نمیخورن، اونم در رفت. موندن یه مشتی خلی که پول میدن برن نهار و شام بخورن با خانم یاسمین پهلوی. این دیگه عجب زنی که احمقیه. این من سالها پیش وقتی فارغ التحصیل شد، وکیل شد، بکنم عکس گرفتیم اونجا ازش، اون موقع با آقای عباس شیر محمدی تو پانورامیک ویژن، و فکر کردیم بالاخره یکی از این خانواده رفت آدم شد، یه مدرکی گرفت، کار میکنه. بعد دیدیم نه خیر، اونم وقتی میاد تنش میخوره به اینا، مفتخور میشه و هیچ کاری انجام نمیده. خلاصه مطلب این که دوستان، امروز 18 سپتامبر 2023 است یا 28 شهریور 1402. 26 شهریور آمد و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد. جالب اینه که آقای دکتر رامین اعتبار تا یه روز قبلش میگو مردم غیور بیاین به خیابان‌ها بریزید، چنان کنید، چنین کنید. فردای اون روزی که دید بابا مردم به حرف شما گوش نمیدن، اصلا شما رو نمیبینن، شما رو نمیدونن کجا هستید، برای مردم نوشت خاک مستراح بر سرتون. برایش نوشتم آقا نکنید این کارا رو. اون سربازی که نشسته کنار خیابون خسته، خودش هم ناراضیه که چرا الان باید اونجا جلوی ایرانیا، جلوی هموطناش باشه، شما ننویسید جاکش. شما اقلا اینو از این آخوندا یاد بگیرید که چگونه قبل از انقلاب با این سربازایی که مأمور حکومت نظامی بودن چنان با محبت رفتار کردن، بهشون دستور دادن شما از پادگان برید، اسلحه ها رو با خودتون ببرید، ما میایم نفت و پول و این چیزها رو در خونتون تحویل میدیم، و تحویل دادن. مثل آقای رضا پلوی نبود گو یه حسابی درست کنیم برای کارگرایی که اعتصاب میکنن، بعد یه دفعه 20 نفر آمدن حساب باز کردن، هیچ کم شناخته شده نیستن. خب معلومه که اولا فکر نمیکنم کسی به اینا پول بده، دومن اگرم پولی داده باشن این پول به جای رسیده باشه. من در منطقه بسیار زیبای وینا، نه وینای اتریشا، وینای ویرجینیا هستم. اینجا نزدیکمون CIA هست، یکم پایین‌تر اون تلویزیون رنگارنگ هست، چندین مغازه ایرانی از یاس و عسل و دیگه چی گرفته تا
تا رستوران مرجان، البرز، شمشیری، خلاصه همه نعمات اینجا است و شما اصلا دوری از ایران رو حس نمی کنید. در هر صورت من دیروز میخواستم یه برنامه بذارم، کمی صحبت کنم، حقیقتش اصلا دل و دماغ صحبت کردن رو هم نداشتم، چون میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. یه هم چیزی دیدم آقا مستمع ما کی هن؟ کسایی که 25 سال حرفا رو گوش دادن، همه اخلاق ما رو میدونن، چیزای ما رو میشناسن، دیگران رو هم میشناسن و همه به این چیزی رسیدن که خب چه باید کرد؟ این چیزی که تو میگی من هم میدونم، ولی چه باید کرد؟ اون چه باید کرد رو هیچ کس جوابی نداره. آقا رضا پهلوی جواب داد، گو روزها بیاین خیابون، شبها سود بزنید. حتما الان میگید این سربی داره اغراق میکنه. نه، برید نگاه کنید روی فیسبوک من هست ویدیوش که شاهنشاه فرمودن روزها در خیابون و شبها سود بزنید. روزها در خیابان قدم بزنید، شبها سود بزنید. اینم از فرمایشات آقا رضا پهلوی. ولی هفته‌ای که گذشت همه اینهایی که ارتشای یک نفره، جنبشای یک نفره که به دروغ به مردم میخوان بگن که ما چندین هزار نفر هستیم، چندین میلیون نفر هم بهمون گوش میدن، چندین نفر از سران سپاه و ارتش هم منتظر فرمان ما هستن، هی با من این ورور تماس گرفتن آقا تلویزیون مردم چیه، ما میتونیم آگهی بدیم؟ گفتم بله، اینجا همه میتونن آگهی بدن، همه میتونن برنامه داشته باشن. یکی از اونها توسط دوست خوبمون آقای علی افشاری، این علی افشاری نوشتهاش، ویدیوهاش، برنامهاش رو نگاه کنین، از همه این کمپوزیسیون معتدلتر و منطقی تره. درسته که نمیدونم تو ایران چی بودن اینا، دفتر دانشجویان پیرو خط، نمیدونم انقدر از این چیزها داشتیم نمیدونم، ولی وقتی اومده اینجا الان دیدم هفته پیشم 18مین سالگرد به اصطلاح ازدواجش رو جشن گرفته بود، جشنی بسیار دانشجویی کوچولو و ما بهش تبریک میگیم، امیدواریم خودش، همسرش، خانوادهشون شاد و سلامت باشن. و این آقای علی افشاری با من تماس گرفت، گفت آقا یه نفر هست میخواد برنامه بذاره، چند و چون و چکی بیاد چیکار کنه؟ گفتیم والا اینجا اینجوری اگه اینا خودشون ویدیو درست کنن ارسال کنن، هزینه خیلی کمی، 25 دلار تا 50 دلار به اصطلاح داره که ما براشون بذاریم روی یوتیوب و روی صفحات فیسبوک که بیش از 25,000 نفر اینجا و اونجا داریم. بعد گفت اوکی، من میگم گفتم اگه میخوان با خود من مصاحبه کنن، یعنی من باشم سوال جواب کنم، چون بعضی از دوستان میگن نه باید شما باشی از ما سوال کنی تا ما بتونیم جواب بدیم، میگیم چشم. گفتم اونجوری چون من باید از سر کار خودم کمتر کار کنم، بیام بشینم دوش بگیرم و بشینم و اینها، احترام به بیننده و 150 دلار، حالا شما دانشجویی حساب میکنیم 100 دلار. گفت بسیار عالی، دوست من آقای آبتین افشار. گفتم به به به، چه خوب شد، نور علی نور، این بر آقای افشاری، اون برم آقای آبتین افشار. شخصی به نام آقای آبتین افشار قرار شد با ما تماس بگیره. دو روز گذشت، شادم سه روز تماسی نبود. من برای آقای علی افشار نوشتم آقا داریم نزدیک میشیم به روز انقلاب، این دوستان منقلب کجا هستن؟ گفته تماس گرفتم. گفتم آقا این چه حرفیه؟ اگه تماس گرفته بود پیغام میذاشت، تکس میزد، مینوشت آقا من زنگ زدم شما آتا ویریا بودی نگرفتی، چرا این دوستان دروغ میگن؟ حالا ما فرض رو میذاریم بر این که آقای آبتین افشار دروغ نگفته، تماس گرفته و نمیدونم پیام نذاشته. اینم یه اخلاق زشت ایرانی هست. آقا خانم وقتی یه جا زنگ میزنی نیستش طرف، پیامگیر روشن میشه، تو رو به خدایی که میپرستی، تو رو به جان مادرت، تو رو به جان پدرت یا پدرات، چه میدونم چی بگم بهتون، پیام بذارید، هی دوباره قطع نکنید، زرت زنگ بزنید، دوباره زرت زنگ بزنید، اصلا طرف دیگه شما رو بلاک میکنه، میگه این مزاحمه. در هر صورت بعد آقای
چیز بالاخره تکس فرستاد و تلفن زدیم و صحبت کردیم و یه ساعت سینجیم. آقا شما کی هستی؟ سابقت چی؟ گفتم آقا بنده هیچ کسم. او خواننده هست هیچ کس. من هیچ کسم، به هیچ حزب و دسته و گروهی هم وابستگی ندارم. بعد شما اگه میخوای بیای اینجا برنامه بذاری، وظیفه شماست که بری تلویزیون مردم رو نگاه کنی، بالا و پایینش رو ببینی، بعدن شما با من تماس بگیری، نه به من زنگ بزنی آقا شما کی هستی. منم میگم بهترین دنیا هستم، از من بهتر پیدا نمیکنی. خلاصه قرار شد ایجون $100 بده، ساعت 8 یا 9 شب روز چهارشنبه یا پنجشنبه که 2 روز مونده بود به چیز، به انقلاب، سالگرد انقلاب، یک مصاحبه داشته باشیم. بهشونم گفتم شما به من بگید چه چیزایی رو میخواین تاپیک قرار بدید، من در اون مورد از شما سوال میکنم، شما کی هستید، سازمانتون چیه و اینا، کجاست، قرار برنامه چیه فلان. و گفت باشه. یکی 2 ساعتی که گذشت، حالا ما از سر کارم زودتر آف گرفتیم، اومدیم خونه، دوش گرفتیم، ریشو زدیم، نشستیم که بعد بریم کت شلوار بپوشیم برای این آقایون یا خانوما، هر کی، مصاحبه انجام بدیم. برای من نوشته، گوش کنید دوستان با دقت، برای من نوشته آقای سربی ببخشید من نمیدونستم امشب یه قراری داریم، ما باید بریم. حالا قبلش هم گفتود ما ساعت 5 داریم شام میخوریم، تا برسم به هتل میشه 9 شب. من نمیدونم شام اینا چجوریه، تو آمریکا میگن 3 مارتینیز لانچ، یعنی وقتی میرن نهار بخورن 3 تا مشروب مارتینی میخورن که طولانی میشه، ولی شام این دوستان که 5 میرن تا 9 و بعد میخوان بعدش هم یه خوابی بگیرن یه چورتی. خلاصه گفتیم بابا باشه 9 شب. ساعت 7:30 بود، گفت آه من نمیدونستم یه برنامه دیگه هست و اینها، میتونیم فردا تماس بگیریم؟ گفتیم باشه اشکالی نداره، ولی خب نرم اینه شمایی که میخوای من ابلیگیشن داشته باشم، تعهد داشته باشم به شما، آمریکایی‌ها میگن دیپازیت یا میگن پول رو پرداخت کن. خلاصه هیچ، فردا صبح شد دیدیم هیچ خبری نشد، نزدیکای ظهر شد یه اسایمنت دیگه برای من اومد، برای دوست آمریکایی دیوید کار کنم. برای این آقا نوشتم، ما به اون دیوید گفتیم بابا ما به یه هم وطنمون قول دادیم، بذار باهاش تماس بگیرم، اگه تا ظهر اینا تصمیمشون رو نگرفتن برای $100 دوستان، $100. خب برای این آقای آبتین نوشتیم که آبتین افشار، برید تو فیسبوک ببینش، مثل که یه رادیویی هم به نام رادیوی پول، رادیوی پول نمیدونم چیه دارن. نوشتیم آقای آبتین، یک، تا حالا هیچ خبری از شما و دوستان نشده، هیچ که پول و مول نداده و من یه برنامه دیگه دارم، اگر تا زور به اصطلاح به اونا نگم خب چیز میشه، شما اگه میخوای پول ارسال کن تا کانفرم کنیم. کانفرم کردن یعنی دیگه تایید کنیم این ساعت و این وقت و به هم دیگه تعهد بدیم. خلاصه اگه شما بگید ایشون چیزی نوشت پولی فرستاد، هیچی دوستان. اینجوریه که این کمپوزیسیون 44 سال به جای نرسیده، همه ارتش یک نفره، همه تفنگ های اسباب بازی دستشونه، فکر میکنن که تفنگ حقیقیه با بی نهایت گلوله. آقای رامین اعتبار برای من نوشته، من که نوشتم یا اسلحه ها رو بردارید به خیابون برید یا با دار اعدام اونها اعدام بشید، من میدونم اسلحه ها دست کیست، اسلحه ها دست پاسداران است. گفتم به 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 به، از کرامات شیخ رامین چه عجب. پنجره آواز کرد و گفت یک وجب. خب ما میدونیم اسلحه ها دست اونه، مگه آقای رضا پهلوی نمیگه من با اینا در تماسم، با سرانشون در تماسم، میدونم چه خبره، چرا یه فرمان نداد؟ خلاصه دوستان ما گفتیم اینو به شما بگیم، من 25 سال دارم این کار انجام میدم،
سه سال که توی رادیو تلویزیونای ایرانی بودم به یک جمله کوتاه مفید مختصر با فعل و فاعل و مفعول. باورتون میشه این جمله سه تا کلمه داره؟ کارمون خیلی خرابه، فعل داره، فاعل داره، مفعول داره، بیان میکنه که حرف ما چی هست. که البته یه دوستی به نام آقای ملک مرزبان از آلمان، نمیدونم از اروپا، گفت که آقای سوربی کارمون خیلی خرابه، درست شدنی هم نیست. یادم سالها پیش ایشون تماس گرفت، من به ایشون گفتم من امیدوارم درست بشه، ولی اگه یه روزی رسیدم به این جمله شما، جمله مکمله، رسیدم به این جمله شما که جمله اول رو کامل میکنه، اون وقت دیگه ما هم میگیم بابا ولمون کن. من اصلا نه یه همچین میگم، من به من چه. خلاصه دوستان، این بود ماجرای سالگرد انقلاب، این بود یک بار دیگر شکست مفتضحانه یک عده دروغگو، یک عده که حاضر نیستن. شما ببین چند تا اکانت و حساب باز شد که به ما پول بده، ما قانونی میتونیم پولو بفرستیم، ما امینیم، ولی یک نفر پیدا نشد بگه من دارم میرم ایران، شما هم با من بیاین بریم به ایران. اینه داستان. و این که شما میبینی آقای محسن سازگاران که محسن سازگارا و دیگران بلند شدن با خمینی رفتن و همشون اعلام کردن که ما 8 دلار بیشتر پول نداشتیم، 10 دلار بیشتر پول نداشتیم، ولی بلند شدیم رفتیم. تفاوت خاله چی میگن، محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوزن، اما این کجا و آن کجا، اینجا معلوم میشه. اونا حالا یا از بیپولی بلند شدن رفتن ایران، یا از خلوص نیت بلند شدن رفتن ایران، و اینهایی که اینجا هستن از پول در آوردن و از خسیس بودن و از دروغگو بودن نشستن و تکون نمیخورن. شما لطف کنید این برنامه رو از هر جا که میبینید، فیسبوک، یوتیوب، با دوستانتون شیر کنید. اگر مایل هستید نظر بدید زیر فیسبوک یا زیر یوتیوب، میتونید کامنتتون رو بنویسید. از اون بهتر اینه که با ایمیل تماس بگیرید، info@mardomtv.com. از اون بهتر اینه که تلفن واتساپ 1-202-695-2573 تماس بگیرید، پیام بذارید، پیاماتون رو در برنامه ها پخش میکنیم. از شما ممنونم که وقت گذاشتید. به امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر، روز روزگار بر شما خوش.